گرفتن گرین کارد آمریکا و مهاجرت به آمریکا برای بسیار از افرادی که در حال حاضر در ایران زندگی میکنن به شکل یک رویا به نظر میرسه، اما این امر امکان پذیره. اگه میخواین مراحلش رو و مسیری رو که باید طی بکنید از داخل ایران تا بتونید گرین کارد بگیرید و بیاید به آمریکا رو به صورت کامل اطلاعات در موردش کسب بکنید، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستان، من مسعود هستم و اینجا کانال ما دش یو اس هستش. توی این کانال من به صورت هفتگی و بعضن هفته دو یا سه بار یه سری ویدیوها در مورد بحث ویزا، پیدا کردن پوزیشن های تحصیلی و کاری، بحث گرفتن گرین کارت، رفتن به سفارت و اومدن به آمریکا، مهاجرت و ساختن یه زندگی مناسب در آمریکا رو با شما به اشتراک می‌ذارم. همچنین یه بخشی داریم در مورد در واقع ولاگ فروشگاه گردی، طبیعت گردی و شهر گردی که تو این بخش همسرم مهسا جان به ما کمک خواهد کرد. پس اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر زمان که من یه ویدیوی جدیدی رو منتشر میکنم یه نوتیفیکیشن برای شما ارسال میشه و شما تشریف میارید و این ویدیو رو میبینید و اولین کسی هستید که در واقع این ویدیو رو میتونید تماشا بکنید. علاوه بر این ما یک کانال تلگرامی داریم و یک پیج اینستاگرام که آدرسش این بالا هست و میتونید اونجا ما رو دنبال بکنید و خوشحال میشیم که اونجا هم شما رو داشته باشیم. حالا بریم سر بحث امروز خودمون که گرفتن گرین کارت و در واقع اپلای برای گرفتن گرین کارت از داخل ایران هستش. خیلی از دوستان با من تماس گرفتن و از من خواستن که توضیح بدم در مورد این که اگه داخل ایران باشیم و توی آمریکا نباشیم میتونیم گرین کارت بگیریم یا نه. پاسخ در حال حاضر بله هستش. در زمان ریاست جمهوری نفر قبلی آقای ترامپ کلن صدور ویزاهای مهاجرتی برای ایرانیا کاملا در حد نزدیک به صفر بود و خیلی خیلی به ندرت به سختی صادر میشد و بنابراین نمیشد روی اون قسمت حساب کرد، ولی در حال حاضر این امکان وجود داره. کلن دو مسیر کلی برای گرفتن گرین کارت وجود داره، یا شما داخل آمریکا هستید یا خارج از آمریکا هستید. اگر داخل آمریکا هستید باید در واقع فایل فرم 140 رو فایل بکنید و بعدش یا همزمان باهاش فرم 485 رو هم فایل بکنید و در نهایت به شما گرین کارت بدن. من قبلا یه ویدیو ضبط کردم و مراحل و هزینه ها و فرم های در واقع برای گرفتن گرین کارت رو به صورت کامل توش توضیح دادم. لینکش رو این بالا میذارم، حتما برید اون ویدیو رو ببینید تا اطلاعات کلی راجع به کل پروسه به دست بیارید. حالا اگر شما داخل آمریکا نیستید و خارج از آمریکا هستید، این مسیرش کمی متفاوت هستش. بخش اول مشابه افرادی هستش که داخل آمریکا هستن و در واقع فرم 140 رو شما باید فایل بکنید، ولی در این حالت باید منتظر بمونید تا 140 شما اپروو بشه و بعدش برای گرفتن ویزای مهاجرتی باید مراجعه بکنید به سفارت و اونجا درخواست ویزا بدید. کلن کامل همه مواردتون چک میشه و در نهایت اگر شما ویزای مهاجرتی تونستید بگیرید، مسافرت میکنید میان داخل آمریکا و توی آمریکا حداکثر تا 120 روز بعد به شما گرین کارت رو میدن. در مورد پر کردن همه این فرم ها 140 485 و سایر فرم ها من ویدیوهای مختلفی رو به صورت جداگانه هم پر کردم که توی کانال هست و با عنوانش میتونید سرچ بکنید و پیداش بکنید. حتما هر زمان که خواستین این فرم ها رو پر بکنید اون ویدیوها رو ببینید و از دستورالعملی که تو اون ویدیوها به صورت مرحله به مرحله وجود داره استفاده بکنید تا در طی پر کردن این فرم ها به مشکل برخورد نکنید. حالا دوستان زیادی توی تلگرام، توی خود کانال و یا توی پیج در واقع پیج اینستاگرام من با من در ارتباط بودن و از من پرسیدن که چی کار بکنیم، بیایم خارج از آمریکا فایل بکنیم و ویزای مهاجرتی بگیریم و بعد بیایم آمریکا گرین کارت رو بگیریم، یا نه اول یه پوزیشن مثلا دانشجویی پیدا بکنیم یا پوزیشن پستاک مثلا با عنوان محقق پیدا بکنیم و با ویزاهای F یا J بیایم توی آمریکا و بعدش از داخل آمریکا فایل بکنیم برای گرین کارت. این حالت انتخاب بین این دوتا حالت بستگی به 4 تا چیز داره. مورد اول این هستش که آیا شما در حال حاضر پوزیشن دانشجو یا پستاک دارید یا نه.
اگر پوزیشن رو ندارید، پیدا کردن پوزیشن و در واقع فرستادن مدارک و گرفتن ویزا و اینا خودش کلی زمان میبره. پس بنابراین بهتر زمان رو از دست ندید و همین الان 140 رو فایل بکنید و زمانی که این پروسه 140 داره انجام میشه دنبال پوزیشن هم بگردید. نکته دوم این هستش که میزان ریسک پذیری شما چقدره. ببینید ویزای بحث 140 از خارج آمریکا، خب در نهایت نیاز داره که شما برید سفارت و ویزا بگیرید. اگه ویزای شما توی سفارت رد بشه، خب کلا همه چی از بین میره و کلا پرونده شما کاملا مختومه میشه. حالا این بستگی داره که شما چقدر میخواین ریسک بکنید. آیا این ریسک رو قبول میکنید که این بحث سخت در واقع گرفتن ویزای مهاجرتی که بهش میگن IVP رو برین تا انتهاش و شاید شد شاید نشد. اگر نشد پس یادتون باشه که دیگه همه چی از بین میره. مورد سوم هزینه ای هستش که شما میخواین بکنید به آینده کاری شما. ببینید اگر شما از ایران بیاین هزینه بکنید، خب بخش عمده هزینه کار، بخش همون فایل کردن 140 تاش، حالا بخش رفتن به سفارت آمریکا توی یک از کشورهای همسایه و مسافرت اینا جای خودش. حالا اگه پول دارید و هزینه میتونید بکنید، میتونید این هزینه ها رو بکنید برای این قسمت و 140 رو از داخل ایران فایل بکنید. ولی اگه که حالا مثلا در حالتی هستید که هزینه نمیتونید بکنید خیلی، بهترین کار این هستش که بیاین اول وارد آمریکا بشید. اینجا خب بالاخره یا دانشجو هستید یه مقدار درآمد دارید، یا پستاک هستید بالاخره یه مقدار درآمد دارید، یا هر طریقی بالاخره مقدار درآمد توی آمریکا دارید و بعد میتونید با پسنداز کردن اون درآمدهاتون در نهایت بیاین هزینه های وکیل رو پرداخت بکنید و گرین کارت رو بگیرید. پس اگر بحث مشکل مالی نیست، فایل کردن 140 داخل ایران خب گزینه خوبیه، ولی اگه بحث مشکل مالی هست، ورود به آمریکا و بعدش هزینه کردن توی آمریکا و فایل کردن گرین کارت انتخاب بهتری هستش. و مورد چهارم که مورد نهایی هستش، وضعیت کاری الان شما توی ایران هستش. خب خیلی هستن که با من تماس میگیرن، استاد دانشگاه هستن یا متخصصای هستن که در واقع کلینیک دارن، مطب دارن، پزشک هستن. اینها خب نمیتونن در واقع به قولی اگه بخوام بیان دانشجو بشن یا بخوام بیان پستاک بشن، خب یک مقداری نزول هستش برای اینها. و خب اینها این قسمت دوم قضیه اومدن به آمریکا و فایل کردن زیاد به مذاقشون شاید خوش نیاد و بنابراین برای اون دسته افراد خب توصیه میشه از همون داخل ایران فایل بکنن و منتظر بمونن تا بتونن ویزای مهاجرتی بگیرن و بعد بیان به آمریکا. من شرایط خودم رو اینجا میخوام توضیح بدم و توصیه هم میکنم که این شرایط رو برید. من زمانی که میخواستم در واقع کلا به فکر مهاجرت افتادم، سالهای آخر دولت اوباما بود. اون زمان ویزای مهاجرتی هنوز صادر میشد. من با وکیلم در ارتباط بودم و وکیل به من گفت که بیا از داخل ایران فایل بکن و 140 رو همین حالتی که الان اتفاق میفته و بعد ویزای مهاجرتی بگیر و بیا آمریکا و گرین کارت رو بگیر. اون زمان سال آخر دولت اوباما بود و معلوم نبوده حالا بعدش چه اتفاقی میفته. برای همین من ریسک نکردم. من اومدم حدود 2-3 سال، بیشتر 3 سال دنبال پوزیشن پستاک گشتم. پوزیشن پستاک رو که پیدا کردم شده بود سال آخر دولت آقای سال دوم یا سال سوم یا چهارم دولت آقای ترامپ شده بود. اون موقع با پوزیشن پستاک من اومدم آمریکا و بعدش کارامو انجام دادم و گرین کارت رو گرفتم. پس بنابراین این خیلی مهمه که شما برنامه‌ریزی بکنید و با توجه به شرایط موجود و اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته تو بحث حالا سیاسی، بحث قوانین، تغییر قوانین، اینا برنامه‌ریزی بکنید که کدوم مسیر رو انتخاب بکنید، یا مسیر 140 از داخل ایران یا اومدن به آمریکا و فایل کردن گرین کارت رو. حالا چند تا نکته مهم رو من باید بگم در مورد فایل کردن 140 از داخل ایران. اگه شما 140 تون رو فایل کرده باشید و حالا این در حالت پندینگ باشه، یعنی داره بررسی میشه یا اپروو شده باشه، این میتونه روی نظر آفیسر برای گرفتن ویزاهای غیر مهاجرتی دانشجویی یا محقق تاثیر منفی بذاره. خب شما این زمان میبره تا 140 شما اپروو بشه. شما ممکنه تو این زمان که دارین اپلای میکنید یه جایی به شما آفر دادن و گفتن به عنوان دانشجو یا محقق بیا به آمریکا. حالا شما اگه برین درخواست ویزای غیر مهاجرتی F یا J بدید، ممکنه آفیسر ببینه که 140 شما پندینگ هستش. این نشون میده که شما، بعضی از آفیسرها تعبیر میکنن که این نشون دهنده اینتنشن یا تمایل مهاجرتی شماست. پس بنابراین میگن ایشون میخواد بره که برنگرده، ویزای شما رو ریجکت میکنن. نکته دوم این هستش که اگه مورد حساسی توی بک‌گراند شما باشه، حالا تو تاریخچه کاری شما، مواردی که میدونید منظور من چی هستش،
اگه این موارد حساس تو بک‌گراند شما باشه، شانس رد شدن ویزای مهاجرتی شما بعد از اپروو 140 تا وجود داره و این هم ممکنه که خب کل پروسه شما رو کنسل بکنه. و مورد سوم و آخری که مهمه این هستش که قوانین مهاجرتی آمریکا پیوسته در حال تغییره. یه زمان اصلا ویزای مهاجرتی صادر نمیشد، قبلش صادر میشد، الان هم صادر میشه. بنابراین اگه بخوایم برنامه‌ریزی بلند مدت بکنید، باید فکر بکنید که ممکنه این پروسه ای اپلای از داخل ایران 3 سال طول بکشه. تو 3 سال آینده ممکنه خیلی از قوانین تغییر بکنه و ممکنه که کلن بگن اصلا دیگه ورود مهاجر به آمریکا بعیده، ولی اصلا بگن مهاجرایی که مثلا از بعض از کشوری خاص مثل زمان آقای ترامپ اتفاق افتاده بود دیگه کلن کنسل بشه. پس بنابراین باید تمام جوانب رو بسنجید و بعدش تصمیم بگیرید که از ایران فایل بکنید یا بیاین داخل آمریکا و آمریکا فایل بکنید. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً اون رو با دوستای خودتون به اشتراک بذارید، لینکش رو برای دوستاتون ارسال بکنید. علاوه بر این اگر خوشتون اومد لطفاً این ویدیو رو لایک بکنید. با لایک بیشتر این ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده میشه و افراد بیشتری میتونن ازش استفاده بکنن. اگر هم تا الان توی کانال ما سابسکرایب نکردید لطفاً دکمه سابسکرایب پایین رو بزنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. خیلی ممنونم.